السلام علیکم بیننده های گرامی. برنامه اطلاعاتی اخبار و با مهمترین خبر گزارش های تازه که همکاران ما آماده نمودن مستقیما منظور شما میگردانیم. در سویا با شما صنوبری عبدالحمید و همرزی عبدالمجید. در نیروگاه برقی آبی راغون برای به استفاده دادن اگریگات های مینبعده کارهای ساختمان و وصل و تجهیزات با رعایت استانداردهای بین المللی از جانب کارگران و متخصصان بلند اختصاص و صاحب تجربه و جلب شرکت های با نفوذ جهان ادامه دارد. عزم و اراده وطن دوستانه و دستور و سپارش های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در بنیاد این کاخ محتشم نور هر ساختمانچی را به اجرای با صفت کارها وادار می سازد و نوابسته از روزهای سرد فصل زمستان کارها در این انشاءات محتشم نور شبانه روزی و در اساس نقشه به انجام رسانیده می شود. وسعت کارها در تالار ماشین ها، ترانسفورماتر ها، نقل های ساختمانی رقمی 3 و 4 و دیگر نقل های نقلیاتی و یاری رسان امکان می دهد که اگریگات نوبتی نیروگاه در وقت معین شده با استفاده داده شود. گزارش از جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون. بنیاد انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی مملکت راغون طبق نقشه تعریضی گردیده ادامه داشته، بناکاران تصمیم دارند که اگریگات دومی نیروگاه برقی آبی راغون را در مهلت مقرر گردیده مورد استفاده قرار دهند. قابل ذکر است که رفت کارهای بنیادکاری در این نیروگاه زیر توجه پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد. در تمام قطعه های این انشاءات عظیم کارهای بتون ریزی و وصلگری، کشانیدن سنگ و شغل و طور شبانه روز قطع نگردیده با سرعت ادامه دارد. در این سمت از ماشین و تجهیزات معاصر صحاوی با مقصد با صفت انجام دادن تمام کارها استفاده برده می شوند. این زمان در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون متخصصان 70 شرکت فعالیت دارند. آنها در تمام قطعه های ساختمان از 3724 عدد تکنیک پر اقتدار باربرداری، شیبکونی، کوهکنی و پرمکونی و کفشرگری استفاده می برند. تمام مسائلی که در ساختمان این انشاءات عظیم استفاده می برند قبل از استفاده از تشخیص متخصصان گذرانده می شود. فعلا تمام کوشش های بنیاد کنندگان به آن روانه گردیده است که در سال جاری اگریگات نوبتی نیروگاه را که قدم دیگر مهم حکومت مملکت در راه تحکیم بخشیدن استقلالیت انرژتیکی خواهد بود و استفاده دهند. و همین است که تمام نمود کارهای در نقل ساختمانی چورم و برآمدگاه نقل سیوم، تالار ماشین ها، بنای کرویه، پیشدرغات، نقل های نقلیاتی و دیگر قطعه ها با مرام ادامه دارد. بناکاران جریان کارهای وصل و نصب کردن تجهیزات در قطعه جایگیرشوی اگریگات ها اظهار قناعتمندی می نمایند، زیرا آنها از هر لحظه ثمرانوک استفاده برده برای در حالت پیش بینی شده مورد استفاده قرار دادن اگریگات نوبتی تلاش دارند. چنانه که به همگان معلوم است اگریگات ششمی نیروگاه برقی آبی راغون که 16 نوامبر سال 2018 به کار اندوخته شده بود، فعالیت معتدل داشته به سیستم یگانه انرژتیکی مملکت پیوست می باشد. در استاتور توربین گیدروآگریگات پنجم کراتر وصل و نصب گردیده، کارهای کفشرگری کامیره سپیرالی در کراتر پورا انجام یافته است. اینچنین سنجش گیدرولیکی کامیره سپیرالی و کارهای آرماتوربندی اطراف کامیره سپیرالی و کارهای بتون خوبونی آن به انجام رسیده است. در اینجا کارهای ساختمانی و کارهای وصل و نصب کبرهای سیستم خنکنی جنراتور پنجم رفته استاد است. ما جوانان می فخریم که در این انشاءات حاضر کار فعالیت میکنیم. ما برای ما یک فخر است که تمام جوانان کشور ما تاجیکستان در اینجا کار فعالیت میکنند. طبق اطلاع مسئولین، علاقه حلقه پایانی دستگاه روان کننده در کراتر اگریگات 5 وصل کرده شده است. در میدانچه موقتی تالار ماشین ها وصل بالاپوش توربینه و دروازه حلقوی، وصل و چرخه کوری به انجام رسیده به کراتر گیدروآگریگات 5 انتقال داده شده است. همچنین کارها در سمت آماده‌سازی و وصل و نصب گیدروآگریگات رقمی 4 نیز با مرام ادامه دارد. در میدانچه موقتی تالار ماشین ها کارهای کفشرکنی و آرماتوربندی اطراف زنوقبور جبنده گیدروتوربینه رقمی 4 به انجام رسیده، زنوقبور در کراتر گذاشته شده است. کنوس
اساسی قبور جبنده را به میدانچه موقتی تالار ماشین ها آورده پیوستکنی کارهای کفشتگری و ارماتوربندی اطراف آن ادامه دارد. کارهای نقبکنی و گذشتن دیگر تجهیزات در قسم اگرگت چورم پورا به آخر رسیده کارهای ارماتوربندی و بیتون خوبانی دوام دارد. همزمان در این منطقه 222 تن فلزات وصل نصب کرده شده است. در موضع های اگرگت های رقمی 3, 2 و 1 باشد کارهای نقبکنی طبق نقشه ادامه دارد. نقبی ساختمانی رقم 3 قطعه دیگر انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی می باشد که در آن عین حال چند شرکت وطنی فعالیت دارند. قابل به تذکر است که نقبی اوپرتوی مذکور 1864 متر درازی داشته تا افتتاح اگریگات دومی نیروگاه باید پورا مورد استفاده قرار داده شود. در اکثر منطقه های این انشاءات کارهای ساختمانی انجام یافته، اصلا ساختمانچیان در برآمدگاه نقب و شخطه ورتیکالی فعالیت دارند. با اطلاع مسئولین تا حال در این منطقه انشاءات کارهای بتون خوبانی با نظرداشت دیوار حمایوی درآمدگاه نقب در حجم 556013 متر مکعب کارها اجرا شده، در مجموع زیاده از 35031 تن ارماتور استفاده گردیده است. حجم کارهای زمینی باشد طبق نقشه ادامه دارد. عین حال ما قرار داریم در برآمدگاه نقب ساختمانی قبط 3 انشاءات صنعتی ماوچکان. در این فصل زمستان با سردی هوا نگاه نکرده کارها در این قطعه با وسعت ادامه دارد. نظارت از طرف کارمندان صفت کارهای ساختمانی در اینجا شبانه روزی براه مانده شده است. همه کارهای ساختمانی طبق طلبات و معیارهای قاعده های ساختمانی ادامه یافته ایستادند. در اینجا می بینیم که چخیلی در فصل زمستان کارهای بیتونگیری، ارماتوربندی، همه این کارها از جانب کارمنداری نظارت تکنیکی نظارت کرده شده، کارها هم طبق لایحه و طبق معیارهای قاعده های ساختمانی ادامه یافته ایستادند. در قسم دروازه‌های سگمنتی رقم 4, 3 و 2 کارهای وصلگری به انجام رسیده، وصل و نصب دروازه سگمنتی رقم 1 از طرف جمعیت سهامی شده تاجیک هیدرومونتاژ ادامه دارد. در برآمدگاه نقب ساختمانی 3 و دیگر منطقه‌های ساختمان ارماتوربندی و بتون خوبانی ادامه دارد. این شب و روزها کارهای زمینی، حفاری و ارماتوربندی در نقب ساختمانی 4 نیز ادامه داشته، در اینجا تعداد زیادی ساختمانچیان بندی کار می باشند. کارها در قسمت درآمدگاه و داخل نقب ادامه داشته، ساختمانچیان بندی بتون خوبانی، آزاد نمودن داخل نقب و ارماتوربندی و سمنت خوبانی می باشند. برای انجام باصفت کارها در این سمت و اجرای نقشه تصدیق گردیده، مؤثرترین تکنیک نقبکنی و بارکشانی جلب شده، طبق بهاگذاری متخصص در این نقد کار موافق مقصد و سطح و صفتی بلند ادامه دارد. عین زمان ما در نقد ساختمانی قبط 4 استچور قرار داریم. در نقد مذکور تا هنوز در فاصله 370 متر کارهای کوکنی پورا به انجام رسانده شده است. از فاصله 370 تا 480 کارهای کوکنی قسمان ایرا گرده است. عین زمان در نقد مذکور کارهای خاک برداری، ترکشی، گذاشتن پویار، خوباندن بتون یوری دهنده اجرا شده ایستاده است. کارگران شرکت هایی که در اینجا اشتراک میکنند با تمام شرایط های کاری مهیا بوده، با سه وقت با خوراک گرم تامینند و کارها در سطح لایحه‌ای موافق معیارهای استانداردی اجرا میگردند. در دایره اجرای امر و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز در میدان ساختمان راغون شماره زیادی ساکنان شهر و نویه های ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز به کار جلب گردند و پهلوی متخصصان محلی و خارجی ایستاده در پیشبرد کارهای ساختمانی نیروگاه برق آبی راغون سهم می‌گذارند.
من غلام حسینوف صمد از شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان دو ماه شده است که در نیروگاه برقی آبی روغون کار فعالیت کرده هستیم. کار خوب است. ما کوشش میکنیم که برای تیزتر بنیاد کردن همین نیروگاه سهم خود را گذاریم. از سبب بسیار بیکاری های جوانان در ولایت مختار کوهستان بدخشان زیاد است. پیشوای ملت فرمان دادن که بیاییم اینجا کار کنیم، کار فعالیت بریم که زندگی خودمون را بهتر کنیم. این هم باشه که باعث افتخار است که ما جوانان در همین ساختمان عصر یعنی کار فعالیت میکنیم. من ملکمان فرشاد زاده نویه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان هستم که زیاده از 8 سال در نیروگاه برقی آبی روغون در قطعه بخطری کوهی همچون استوی کوهی کار و فعالیت کرده استوده ام. ماهیت کار ما اساسا بخطر نمودن تمام موقعهای کاری نیروگاه می باشد. عموما از ولایت بدخشان در قطعه ما زیاده از 13 نفر فعالیت کاری دارند. با دستور و سپرش های پیشوای ملت محترم پریزیدنتمون از ولایت بدخشان زیاده از 90 نفر با نیروگاه آمدند و با جای های کاری تامین گردیدند که دو نفرشون در قطعه ما همچون کوهنورد با کار قبول کرده شدند. نیروگاه برقی آبی روغون میون سلسله نیروگاه‌های دریای وحش عظیم‌ترین انشاءات به حساب رفته، در اینجا کارهای جهت پورا به استفاده دادن این کوه نور با عزم و اراده قوی و راهنمایی و دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان موافق نقشه ادامه دارد. هر روز مهنت زربدار در این کارزار ننگ و ناموز مردم سربلند تاجیک را به آینده باز هم درخشان وطن دلگرم سازد و هر عمل بنیادگران این کوهنور ما را به روزهای پورا به استفاده دادن این انشاءات عظیم گیدرو انرژتیکی نزدیک می‌سازد. ساختمانچون نیروگاه برقی آبی روغون از دستور هدایت‌های راهنمایی‌ساز پیشوای ملت محترم امام رحمان نیروی توان تازه می‌گیرند و برای آینده با سعادت دولت و ملت تاجیک صداقتمندانه مهنت می‌نمایند. ادامه برنامه تلویزیونی اخبار. در اساس نقشه برگزاری فستیوال نمایش عید و آزمون‌های انانه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2019-2021 پگاه در باغ ایرم شهر دوشنبه نمایش نیهول‌ها برگزار می‌گردد. برگزاری چنین تدبیر مهم برای دسترسی پیدا کردن خواجگی های دهقانی و دیگر شخصان علاهیده با نیهول درختان دارای سرتیفیکات صفت زمینه مفید گذاشته میدان باغ و تاغزار نمونوی بیشتر میگردد. گزارش اهل‌دین نورالله. 3 فوریه در باغ ایرم شهر دوشنبه نمایش نیهول ها تحت عنوان ثمره عمر دهقان برگزار میگردد. در این چورابینی خواجگیداران و کشاورزان از همه شهر نویه های مملکت اشتراک نموده نیهول و کوچات گل ها و تخمی زراعت های دارای سرتیفیکات صفت و نو را پیش نهاد می نمایند. برگزاری چنین تدبیری مهم برای دسترسی پیدا کردن خواجگی های دهقانی و دیگر شخصان علاهیده با نیهول درختان دارای سرتیفیکات صفت زمینه مفید گذاشته میدان و باغ تاغزار نمونوی بیش می‌گردد. زیرا اقلیم تاجیکستان برای بنیاد باغ‌های صادراتی مفید بوده، محصولات کشاورزی استحصال شده در عرصه بین‌المللی طلبگران زیاد دارند. بنیاد باغ وابسته به اقلیم در دوره‌های معین صورت می‌گیرند. از تمام ساکنان مملکت خواهش آورده می‌شود که در شورابینی که پگاه در باغ ایرم شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، جهت خریداری نیول‌ها، گل و گلبوته‌ها، برای گرفتن توصیه، برای استفاده نوری ها و دورو ها، برای بنیاد باغ و پرورش باغ های اینتنسیوی چورابینی که پگاه در باغ ایرم برگزار میگردد، برای اشتراک دعوت مینماییم. نیهول گل و تخمی زراعت ها در شرایط مفید پرورش یافته از جانب وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته حفظ محیط زیست و خواجگی های دهقانی در یارمرکه پیشنهاد کرده می شوند که دارای سرتیفیکات صفت بوده برای رشد باغ پروری توصیه داده می شوند. نیهول شینانی و بنیاد باغ ها انعنه نیک، عمل نکوی از نیاگان نکونام و افاده تحکیم استقلالیت آزوقواری مملکت.
با مقصد پیشنهاد نوهای سرحاصل درختان میوه‌دهنده، آرایشی و گل و بوته‌ها به باغداران کشور، تشکیلات‌های کشاورزی، خواجگی‌های باغ‌پرور و اهالی، 3 فوریه سال 2019 ساعت 10 در باغ ایرم شهر دوشنبه نمایش و فروش نهال‌های درختان میوه‌دهنده، آرایشی و سایه‌افکن، کوچه گل‌ها و تخمی زراعت برگزار می‌گردد. همساله شهروندان از حساب برگزاری چنین یرمارکه و با استفاده از دیگر واسطه ها نهال میشینانند که بعضا عامل های اساسی به طور ضروری رعایت نگردیدن قاعده های بنیادی باغ معنی داد میگردد. برای با چنین خطاگی ها راه ندادن همزمان عالمان به خریداران طرز شیناندن نهال و بنیاد باغ تاغزار را نیز میفهمانند. برگزاری چنین تدبیر مهم برای راه اندازی تدبیرهای ایلاوگی دایر به رشد ساحه باغ تاغپروری و بنیاد برقرار کنی جنگلزارها زمینه مفید ارزیابی میگردد. اهدی نورلو بهادر استم برای برنامه اخبار. در شهر دوشنبه در برابر تدبیرهای آبادانی و سازندگی توسط اقدامهای دست جمعانه نهالشینانی و سبز و خورمگردانی کوچه و خیابانها وسعت مییابد. در دایره یک اقدام دست جمعانه بیش از 3500 نهال درختان آرایشی و سایه افکن شینانیده در بهداشت فضای اکولوژی پایتخت سهم گذاشتند. گزارش خبرنگاران ما. در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی و شینانیدن نهال و به این وسیله سهم گذاشتن در آبادی محل در شهر دوشنبه اقدام آبادانی پایتخت مرامی ماست برگزار گردید. تدبیر مذکور به استقبال سزاوار از 30 سالگی استقلالت دولتی براه مانده شده از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه عملی کرده می شود. مورد ذکر است که با توجه خواسته حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش های پیگیرانه رهبرت شهر دوشنبه پایتخت مملکت دوام 2 سال اخیر سیمای خود را به کلی دیگرگون نموده تدبیرهای آبادانی و سازندگی تا رفت وسعت پیدا میکنند. با در نظر داشت مساعد آمدن آب و هوای کشور و به این وسیله سازوار تجلیل نمودن جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینوی شهر دوشنبه در اساس نقشه چوربینی کمیته اجرایی شهری حزب امروز تصمیم گرفته است که در محله لوچوبی ناحیه سینوی شهر دوشنبه اکسیه عمومی شهری نهالشینانی را برگزار نماید. بنیاد انشاءات ماموری و خدمت‌رسانی و بناهای بلندآشیانه استقامتی به زیبایی شهر نمای دیگر زم نمودند. در این تدبیر اکولوژی آموزگاران و دانشجویان دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومی رحیموف اشتراک نمودند. اشتراکچیان با حس بلندی وطن‌دوستی نهال شنونده سهم نظرس خود را در آبادی گوشه از شهر دوشنبه گذاشتند. با شنوندن نهال‌های استانبرگ و نرم نمودن بیخ نهال‌های شنونده شده مشغول هستیم و از دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان زیاده از 600 نفر دانشجویان با همراهی معلمان در این شنبگی شوق دارند. در برابر این هم آبادکاری ها تدبیرهای سبز و خورمگردانی نیز از جمله عمل های نیک انسانی است که امروز با جلب اهالی و کارمندان کسب و کار گوناگون به طور دست جمعانه عملی کرده می شوند. در تدبیر امروزه نیز اشتراکچیان بیش از 3500 نهال درختان آرایشی و سایه افکن شینانیده در بهداشت فضای اکولوژی پایتخت سهم گذاشتند. شینانیدن نهال در این موسم باعث می‌گردد که در آینده آنها خوب نشونما کنند. تدبیر مذکور در ناحیه سینای شهر دوشنبه عملی کرده شد. چنین کارها و اقدام‌های دست جمعانه مین بعد نیز در دیگر گوشه و کنار شهر دوشنبه عملی کرده خواهند شد. نورعلی صفومدین، بهادر استم، اخبار. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی صنعتکنانی با سرعت مملکت هدف 4 ملی اعلان کرده شد و تاکید گردید که تا سال 2030 حصه سوای صنعت در مجموع محصول داخلی باید به 22% رسانیده شود. در برابر آن که در دوران صاحب استقلالی سوای صنعت در این منطقه مملکت روش کرده باشد هم، اما حالت بعضی از انشاءات صنعتی خصوصی شده نگران کننده به نظر می رسد. شرح همکاران ما. شماره عمومی کارگاه و کارخانه های استحصالی در ولایت ختان 542 عدد را تشکیل می دهد. در سال 2018 در ولایت به مبلغ 7.4 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال کرده شده است که نسبت به سال 2017 913 میلیون سومانی زیاد است. از تعداد کارگاه و کارخانه های استحصالی ولایت 277 عددش در منطقه باختر جایگیر می باشد. امروز ها از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای نائل گردیدن به هدف های در استراتژی ملی رشد
پیش بینی گردیده. بلند برداشتن سطح صفات زندگی مردم توسط حل مسئله های پیشرفت استوار اقتصادی، تقویت نیروی انسانی، تکمیل نظام اداره دولتی، توسعه امکانات صادراتی مملکت، بهتر کردن فضای سرمایه گذاری، رشد بخش خصوصی و بهبود وضع بازار مهنت امکانات فراهم آورده شده است. در این راستا صاحبکاران و نهادهای دخلدار ضرور است که برای نائل گردیدن به این هدف چهارم ملی مسئولیت بلند شهروندی خیش را درک کرده پیشرفت صحا و فعالیت منتظم انشاءات صنعتی را تامین نمایند. در حدود نهایت 43 کارخانه و کارگاه صنعتی به قید گرفت شدند. از این 41 عدد آن فعالیت کرده به مبلغ 1 میلیارد 345 میلیون سومونی محصولات صنعتی استحصال نمودند. دوامی سالهای صاحب استقلالی صحای صناعت در این منطقه رشد کرده باشد هم، اما بعضی کارگاه و کارخانه های بزرگ استحصالی که مساحتشان ده ها گکتر را تشکیل می دهد و از جانب صاحب کاران خصوصی گردانیده شده است، حالت نگران کننده دارند. زیرا قسمی از تجهیزات استحصالی و بناهای کارگاه و کارخانه های استحصالی قسمان خراب شده، این روند ادامه دارد. در کارخانه ذخیره خطلان همگی 1258 نفر کار میکردند. اقتدار این کارخانه در یک شبانه روز 600 تن گندم کار کرده 500 تن آرد می برآوردیم. علاوه بر این در زمینه این کارخانه زوادی کم بیکارون براری یعنی آمخته خوراکی چوروا موجود می باشد. این زواد نیست در یک شبانه روز تا 1000 تن خوراکی آمخته چوروا را می برآوردیم. بغیر از این در کارخانه مذکور آنبار نگهداری غله می باشد اقتدارش 160 هزار تن نه یعنی همین قدر تن گندم ما قبول می کردیم و در دوام همین جریان کرد ما همین گندم استفاده می بردیم لیکن صد افسوس که تا سالهای همین 2000 ما کمبینت مذکور کم کم کار کرد بعد همین آهسته آهسته تا همین حالت برسید لیکن اگر که امروز کارخانه کار کند اقلا نیمش هم نه چهار یک قسمش هم اگر که کار کند این 200 نفر آدم با جای کاری تعیین می شود گروه اجادی حالت واقعی قسمی از انشاءات خصوصی شده صنعتی را از ناحیه های جلال الدین بلخی، کوشانیان، وخش، عبدالرحمن جامی و شهر لواکند روی نوار آوردند. انشاءات صنعتی که قبلا تامین کننده اساسی محصولات صنعتی به حساب رفته، صدها نفر را با شغل دائمی تامین کرده بودند، امروز حالت نگران کننده دارند. این حالت چاره اندیشی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه های این منطقه ولایت ختنان، وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان را برای جلب سرمایه مطابق به طلبات زمان برقرار نمودن فعالیت انشاءات صنعتی و از نو دیده برآمدن مقررات شرطنامه های خصوصی گردانی کارخانه های دولتی صنعتی را تقاضا دارد زیرا محض به توجهی ساختارهای موجوده به این حالت باعث شده است این هم اولی است که هر یک بیننده رو به فکر کردن وادار می سازد. در شهر و ناحیه های منطقه باختر ولایت ختنان چنین کارگاه و کارخانه های بزرگ استحصالی که سالیان زیاد فعالیت نمی کنند و مساحتشان ده ها گکتر را تشکیل می دهد زیادند. در ناحیه کوشانیان از این 35 کارخانه صنعتی که به قید گرفته شده است 3 کارخانه صنعتی امروز فعالیت نمی کنند. این هم باشد کارخانه صنعتی قطعبه کارکرد پیاز انصور کارخانه اسفال بروری سوپیدم و کارخانه کارکرد پخته خوجاگی فیضعلی سعیدوف در رابطه با این حالت مسئولان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و ناحیه های مذکور ابراز داشتند که طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اگر کارگاه و کارخانه های استحصالی سالیان زیاد فعالیت نکند باید از صاحب ملک بازپس گرفته شود و این هم بوشد در وکالت نهادهای محلی نیست تنها مقامات صلاحیت دار باید چاره اندیشی کنند اما چاره اندیشی نباید مانند آن صورت گیرد که انشاءات صنعتی در همین حال باقی ماند یعنی کار باید از روی کاغذ به عمل برآورده شود هدف باید بر آن روانه گردد که کارگاه و کارخانه های صنعتی در ناحیه های جلال الدین بلخی، کوشانیان، وخش، عبدالرحمن جامی و شهر لواکند شهرت قبلی خود را برقرار، صدها نفر را با جای کار تامین، استحصال محصولات صنعتی را زیاد و طلبات جمهوری را با محصولات واردات عوض کننده قانع گرداند. سه کارخانه صنعتی امسال فعالیت کردن نتوانست. نسبت این ما با رهبریت این کارخانه چاره دیده استیم و باره داریم که در روزهای نزدیک این کارخانه نیست به فعالیت شروع می نمویند.
حالت امروزه حزن‌انگیز کارخانه‌های در حال نسشوی قرار داشته ناحیه‌های جلال‌الدین بلخی، کوشانیان، وخش، عبدالرحمن جامع و شهر لواکند بازگوی فعالیت کارمندان و متخصصان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، وزارت مالیه، مقامات‌های محلی و صاحب ملکان میباشد. پس اگر فعالیت تا امروزه در این سمت چونی نتیجه داده باشد، اجرای وظیفه‌های خدماتی باید بهبود بخشیده شود و انشاءات خصوصی شده صنعتی نباید در چنین حال باقی ماند. سمندر اسکندرزاده، بابوکلان امینزاده، محمد سیدی کمال از ولایت ختنون برای برنامه اطلاعاتی اخبار. ادامه اخبار. سیگار به سلامتی انسان ضرر دارد. سیگار انسان را میکشد و باز چند نویشتجات با این معنی در هر بسته سیگار جای داده شده است. با وجود این همساله شماره آدمان سیگارکش افزایش می‌یابد. طبق معلومات سازمان بین المللی تندرستی از زهر در ترکیب محصولات تماکو موجود بوده هر 6 ثانیه یک کس و هر سال بیشتر از 5 میلیون نفر می‌فوتد. فشار بلندی، غلیظی خون و عاقبت سکته قلبی، کمشوی ویتامین اس و سیستم ایمنی بدن، سرطان گلو و دهان، برانکیت، زخم معده، کمشوی وزن، بی‌زوریاتی، ضعیفی بینایی، خرابشوی دندان، پوک شدن استخوان‌های جسم، کمشوی رغبت جنسی، ریزش موی و باز ده‌های دیگر بیماری‌ها را طبیبان در اکثر وقت به استفاده محصولات تماکو وابسته می‌دانند. همه‌سالا در جهان از 3.5 تا 5.5 میلیون نفران از بیماری‌هایی که محض سیگارکشی می‌آورد می‌فوتند و از روی نشانه‌های فوتیت جهانی محض سیگارکشی جای دویم را اشغال می‌نماید. سیگارکشی نه تنها به یک عضو انسان بلکه به هر همه عضوهای انسان ضرر منفی خود را می رساند. مثلا به بیماری های شدیدی روح های نفس آورده می رساند. امفیزیما، برانکیت و در 98% انسان هایی که سیگار می کشند سرطان ششو دیده می شود. سکته دل و اتروسکلروز بسیار تر در این انسان ها و می خورد. دانشمندان معین کردند که در ترکیب دود سیگار تقریبا 4000 ماده کیمیایی خطرناک موجود است. بوی غلیظ و اشکاور سیگار انسان را هلاك میگرداند. مواد ضررآور در ترکیب محصولات تماکو اساسا نیکوتین و قطران میباشد. نیکوتین ماده زهرآگین بوده روغن مانند میباشد که تاثیر برانگیختن و سرکوبی بدن را دارد. در ترکیب یک عدد سیگار از 8 تا 20 میلی گرم نیکوتین موجود است. نیکوتین با وارد شدن به جریان خون مستقیما و با سرعت به مغز سر رسیده سپس در تمام بدن پهن میگردد. با گذشتن 10-15 ثانیه پس از فرو بردن دود سیگار ماده نیکوتین به مغز سر میرسد و مغز را کرخ کرده آرامش میبخشد. در صورت ادامه یافتن این روند فعالیت مغز سست شده عاقبت شخص را به فراموش خاطری آورده میرساند. خلاصه نیکوتین مواد است برهم زننده سلامتی، برباد دهنده مال و ثروت و افلاس کننده هوای سالم محیط زیست. 85% دود تماکو ناعیان و بی‌بوی است. در آن محلول ناعیان اکسید کربن، متانول و حتی آرسن وجود دارد که مشکل جدی برای صحت انسان است. همه این عامل پیدایش بیماری های راه های نفس، آستما و سرطان می گردد. وجود داشتن دود بی‌بوی و ناعیان به خطری را کفالت نمی دهد. دود سیگار قاتل توست. درحال ترک سیگار کشی کن. در مردم پس شوی قابلیت مردونگی آورده می رساند. در زن ها باشد با بسیار بیماری های عضوهای تناسل می آورد و عضوهای اخراج نیز ضرر منفی خود را می رساند. با بیماری های هر گوناگون چشم مثلا کاتاراکتا، دیسترافیای دوغ زرد با اوید ها آورده می رساند که در آینده می توانند با پس شوی اولون بعد با تماما نابینا گشتن انسان آورده رساند با پس شدن شنوایی می آورد. امروز نه تنها مردان حتی زن ها نیز به تماکو رو آوردند و سال تا سال شماره آنها افزایش می یابد. این چنین با در زن های حامله هنگامی که در بطن کودک بودن سیگار میکشند در 30% حالت می تواند که به فوتیت کودک در بطن آنها بوده آورد و این چنین آنها می توانند با نقصان های مادرزادی این کودکان را تولد کنند. شخص سیگارکش عاقبت های ناخوشی سیگارکشی را می داند زیرا هر بسته سیگار نویشتجات آگاه کننده دارد. از جمله در آن آورده شده است سیگار به سلامتی انسان ضرر دارد. با وجود این شخص گرفتار تماکوکشی عاقبت های ناگوار تماکو را صرف نظر کرده دیده و دانسته آن را استفاده میکند. به این مسئله باید اهمیت جدی داد. جهت از خود دور کردن این عادت خطرناک تنها اراده مستحکم ضرور است. برای این هر نفر قادر است.
میگذاریم به موضوع دیگر. تا حال مشاهده می شود که هنگامی گذراندن جشن و مراسم از جانب بعضی ساکنان مملکت، مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان رعایت نمی شود که باعث نگرانی اهل جامعه می گردد. در این خصوص گزارش همکاران ما. موفق طلبات ماده 8 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، جشن زادروز به طور اختیاری تنها در دایره اوله به اشتراک صنعتکاران و به ذبح چاروا باید گذرانده شود. معین کرده شد که ساکنی نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، حفیظ و فیروزه موسویونا طلبات این ماده قانون را دغلانه ویران نموده است. طور از نوارها برمیوید سراینده فیروزه حفیظ و در یک جاگی با یک چند همکسب خود زادروزش را قید نموده است. پراکراتورای نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پرونده حقوق ویران کنی ماموری را نسبت به رعایت و اجرا نگردیدن مقررات ماده 8 قانون مذکور آغاز نموده مورد سنجش قرار داد. همین طریق شهروند حفیظ و فیروزه با این کردارهای خود حقوق ویران کنی ماموری در قسم 1 ماده 481 کدکس حقوق ویران کنی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده که جوابگاری مامور را برای رعایت نکردن ترتیب مقرر نموده قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم معین میکند صادر نموده است. حالت مذکور در اساس طلبات ماده 93 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان به سود نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه برای بررسی ارسال کرده شد. تنظیم انانه و جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان در شرایط جهانی شوی و بحران های عمیق اقتصادی و مالیوی که کشورهای منطقه و عالم را فرا گرفته است نقش خود را در عملیات ثابت کرده برای نیکو احوالی مردم کشور سبکی زیاد آورد. رسم و آیین های نالازم تدریجا از بین رفته مردم امکان پیدا کرد که بیشتر به مسائل عائلوی شخصی توجه ظاهر نماید. نابسته به دوره عمل قانون و گذراندن کارهای تبلیغاتی در میان اهالی کم نیستند شهروندانی که هنگام گذراندن معرکه ها طلبات قانون را ویران میکنند و با اسراف و خراجات بیهوده رخ میدهند. موافق ماده 481 قسم 1 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان با قراری سودی سودی نوحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نسبت به حفیظ و فیروزه جزای جریمه ماموری به اندازه 100 نشان دهنده برای حساب ها برابر با 5000 سامانی تعیین کرده شد. باید گفت که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با تقاضای رشد جامعه انانه و جشن و مراسم را تنظیم نموده به حفظ ارزش های اصیل فرهنگ ملی و احترام به سنت های مردمی برای بلند برداشتن وضع اجتماعی و اقتصادی شهروندان جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است. رحمت الله پیرزاده بهادر قربان برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. در نوحه رودکی با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی بنیادکاری ها وسعت یافته در بنیادی بیشتر انشاءات سهم صاحبکاران نیز هست. چون این تدبیرها همزمان در شهر حصار نیز ادامه داشته، ساکنان به طور دسته جمعانه در آبادی محل سهم میگذارند. گزارشی خبرنگاران ما. در نوحه رودکی با مقصد سازوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تدبیرهای ضروری عملی گردیده، کارهای آبادانی و سازندگی و سبز و خورمگردانی با مرام جریان دارد. در نوحیه بنیادی صدها انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده است که برای زیبا و نظرآبا گردیدن مرکز نوحیه و جماعت های دیهات آن اینچنین بهتر شدن وضع خدمت‌رسانی به اهالی مسویدن می نمایند. امروز کارهای ساختمانی در بناهای بلندآشیانه استقامتی و معموری خدمت‌رسانی ادامه داشته، طبق نقشه باید تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی مورد بهره برداری قرار داده شوند. تطبیق برنامه های آبادانی، بنیاد و نفسازی میدانچه های موثری ورزشی، باغ‌های فرهنگی و با این وسیله بهتر نمودن شرایط استراحت و فراغت و سالمگردانی ساکنان از افضلیت های فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه به حساب می روند. این روند دوام صلح های مینبعده نیز ادامه یافته، طبق نقشه انفراستراکتور نوحیه تکمیل داده شده، در محله های علاهیده جماعت های دهات شماره زیادی میدانچه های موثری ورزشی و سالمگردانی نیز در نظر داشته شده است. وسط تدبیرهای ساختمانی از جانب شرکت ها به نظر رسیده مسئولین تلاش می نمایند تا سری وقت و طبق نقشه مکمل انشاءات را مورد بهره برداری قرار دهند. در سمت چراغان کنی کوچه و خیابان ها نیز در نوحیه تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران، عین زمان در دایره تدبیرهای آبادانی با استقبال سازوار 30 سالگی استقلالیت دولتی چراغان کنی شفت راه ها ادامه دارد که شامگاهان به نمای کوچه های نوحیه
زیباگی دیگر زم میکند. در مجموع در نوحه روند آبادکاری ها وسطی تازه به خود کس نموده، ساکنان تلاش مینمند که این جشن عمومی را در سطح بلند آمادگی و دستاورد های نظرس مهنتی پیشواز گیرند. در نوحه همچون جهت سبز و خرمگردانی کوچه و گلگشتان نیز کارها ادامه داشته، نهال درختان سایه افکن و آرایشی و گل های زیادی موسمی و همیشه سبز میدان و کوچه و خیابان ها را زم میدهند. در همین زمینه در جماعت دیهات لاهور معرکه نهالشنانی و سبز و خرمگردانی توسط اقدام های دستجمعانه ادامه دارد. امروز اهل جماعتچگی جماعت دهات لاهور در اساس نقشه و چوربینی جماعت حشری کلان تشکیل نمودیم. در این حشر زیاد از 600 بخ نیولهای سایه افغان شینانیدیم و تصمیم گرفتیم که سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید، ما این کارهای آبادانی را بیشتر زیاد کردنیم. ساکنان توانستند در یک مدت کوتاه با توصیه متخصصان درختان آرایشی سایه افکن شنونده، همچنین در سمت وسیع نمودن میدان باغات نیز سهم میگذارند. مورد ذکر است که دوام سالهای صاحب استقلالی با تلاش و دستگیری ها و تطبیق برنامه مکمل استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان، نوحه رودکی مرحله به مرحله رشد نموده، سهم آن در پیشرفت اقتصاد ملی، بالا بودن سطح زندگی اهالی و تکمیل انفراستراکتور گوناگون خدمت‌رسانی معیشی نظررس است. بابکان امیرزاده، بهادر قربان، الهام الدین کریم، اخبار. در شهر حصار کل پیرو برنو به حشر عمومی خلقی برآمده، در جریان تجلیل از جشن اجدادی صدا با تازه کردن زهبور و زهکش ها، روح و موزه های سرنفوس و باغ و گلگشت ها مشغول شدند. در جماعت دهات حصار شهر حصار، ساکنان با روحیه بلند سازندگی دست جمعونه با شنوندن درخت های آرایشی در شفت روح ها و تازه کردن جویبار های محل ها در آبادی یک گوشه وطن سهم گذار گشتند. باید ذکر کرد که این اقدام در کل جماعت های شهری حصار روح اندازی گشته، به استقبال سازوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی و اعلان شدن سال 2019-2021 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، منتظم چنین چورابینی ها برگزار می شود. به استقبال 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان 1300 روز آبادانی اعلان گردیده شده است که امروز ها در تمام جماعت های حدود شهر حصار کارهای آبادانی و سازندگی، کبودی زارکنی، نرمکنی نهال ها رفته ایستاده است. ساکنان سخاوت پیشه و صاحبکاران محلی از چنین چورابینی ها روح و الهامی تازه گرفته، بیشتر تلاش میکنند که سهم خود را در پیشرفت و آبادی محل گذارند. بیبی گل علیزاده، یک ساکن جماعت دهات شهرک شراره که میخواست زیارت حج را به جای آورد، تصمیم گرفت که از حساب پسندازهای برای سفری حج جمع آوردهش از چخوری 120 متر از قعر زمین به ساکنان محله آب برآورده است. او با این اقدامش هم قناعتمند است و هم صاحب احترام در جامعه. چنین عملهای خیر و احسانکاری که امروزها در حدود شهر حصار راه اندازی می‌گردد تطبیق سیاست سازنده دولت و حکومت بوده، بدین وسیله هم محله آباد و هم زندگی ساکنان بهتر و خوبتر می‌گردد. برنامه اطلاعاتی اخبار را ادامه می‌دهیم. در نوحه یوون با مقصد فهماندن نظام و طرز و اصول بقیدگیری در مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مشورت آموزشی دایر گردید. گزارش از نوحه یوون. از 28 ینور تا 6 مارس سال روان در مؤسسه های تعلیمی تحصیلات عمومی اساسی میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی شهرناهیه های جمهوری و خوری های کارمندان مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با ختم کنندگان تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی در سطح شهرناهیه ها پدر و مادران آموزگاران و علاقمندان دیگر نظام امتحان های مرکزانیده داخل شوی با مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی ادامه دارد. کارمندان مرکز ملی تستی در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی رقم های 16 11 و 80 ناحیه یوان مهمترین خصوصیت های نظام امتحان های مرکزانیده شده را مورد بررسی قرار داده، مواد اطلاعاتی و متدی ضروری از جمله دستور اطلاعاتی و متدی راهنمای داوطلب و مجموعه سوال و مساله های تستی را با آنها دسترس نمودند. این مواد اینچنین برای بهره مند شدن خواهشمندان از معلومات ضروری وابسته به امتحان های مرکزانیده داخل شوی به کتابخانه ها نیز تقدیم کرده شد. تاکید شد که نظام امتحان های مرکزانیده داخل شوی در شفاف گذراندن امتحان ها مساعدت نموده، همچنین از گسترش عمل های
کمیسیونی در این روند پیشگیری میکند. نظام مذکور با مقصد به استانداردهای بین المللی مطابق نمودنی نظام تحصیلات در تاجیکستان نیز مساعدت فعال خواهد کرد. مسئولین شعبه معارف ناحیه و آموزگاران خوانندگان نیز در نوبت خود از این نظام اظهار قناعتمندی نموده ابراز داشتند که توسط مرکز ملی تستی شامل شوی دانشجویان ارزنده به دانشگاه ها نظر رس گردید. از این پیش برای آموزگاران نیز کورس شناسایی با نظام امتحان های مرکز آینده داخل شوی با مؤسسه های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی در سطح شهر و ناحیه گذرانده شد. دوام ماه یانوار مارت سال روان در زیاده از 3000 مؤسسه تعلیمی شهر و ناحیه های جمهوری از طرف تبلیغگران نظام امتحان های مرکز آینده داخل شوی در سطح جمهوری و خوری ها برگزار می شوند. برای جلب اهالی به نمودهای گوناگون ورزشی و ترغیب طرز حیات سالم با جلب کارمندان تشکیلات و مؤسسه در شهر دوشنبه مسابقه های فوتبالی خرد، گوشتین ملی و ششکای شاهمات گذرانده می شود. عبدالحمید نظیر با تفصیلات بیشتر. در مجمع ورزشی شورای جمهوریوی دینامو وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مراسم کشاده شوی مسابقه های وسیع ورزشی از نمودهای فوتبال خرد، گوشتین سمبا، شناوری، ششکای شاهمات میان کارمندان مقامات حفظ حقوق، ساختارهای قدرتی و کارخانه و اداره های مملکت برای دریافت جام وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در این جمع آمد رهبریت وزارت کارهای داخلی، کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته اوید به کارهای دین، تنظیم انانه و جشن و مراسم، فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئولین این ساحه اشتراک نموده تاکید داشتند که تشکیل و برگزاری چنین مسابقه های ورزشی در رشد این ساحه حیاتن مهم و سالمی حیات جوانان تکانی جدی خواهد بخشید. گفته شد که مدت است که وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چنین مسابقه ها را راه اندازی می نماید و کارمندان کسب و کار گوناگون و جوانان را به هم می آورد. در دایره مسابقه مذکور 70 دسته از روی 5 نمود ورزش به هم رقابت می نمایند. واقعا سالمی جامعه سیاتی کامل و نیروی توانایی هر شخص که از می سایقال دادن آب و تاب بدن و مشغول شدن به ورزش انکشاف می یابد. دسته های نورسی که در شهر نویای مملکت در دایره این مسابقه غالبیت به دست آورده و دور جمهوریوی را خط گرفتند با افتخارنامه و سپاسنامه رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. هدف از راه اندازی چنین اقدام هرچی بیشتر جلب کارمندان کسب و کار گوناگون به ورزش و سالمی جامعه می باشد. عبدالحمید نظیر، نقدمی نورعلی، اخبار. بینندگان گرامی، آن همه خبر گزارشی که طول این سال به دست ما رسید منظور شما نمودیم. خیر، سلامت باشید.